یک سؤال انسانی فوق العاده مهم، سؤال کشنده است. سؤال کشنده است. انسان برای این سؤالش جواب میخواد، بعدش، آخرش. این سؤال انسان رو به سوی بالاترین هدف میبره. آخرش چی؟ من انسانی هستم که منفعت میخوام، ولی من یه صاحب یه سوالم هستم. من انسانی هستم که لذت طلبم، ولی صاحب یه سوالی هم هستم. اون سوالم باید جواب داده بشه. آخرش چی؟ انسان برای زندگی نیاز به عالی ترین هدفی داره که تمام اهداف پایینیشو به نخ بکنه. آقا شما چرا خونه میخری؟ خب چون خونه لازم داره. خب چرا ازدواج میکنی؟ آخه یه نیاز دیگه هم داری. چرا سر کار میری؟ آخه پولم نیاز داریم دیگه. غیر از پول به اعتبار اجتماعی هم نیاز داریم. اعتبار اجتماعی ربطش با ازدواج چیه؟ ربطی نداره. حالا ممکنه یه جایی به هم کمک کنه. موهاتو شونه میکنی، میگه آخه مو هم دیگه زلفه و قیافه و اینا، مثلا زیبایی رو دوست دارم. خب این زیبایی به دندون چه ربطی داره؟ هیچ. نه اینم یه هدفه. اونم یه همچین انسانی بدبخت‌ترین موجود عالم. چرا؟ انسان متشتت، انسان با وجود پراکنده، انسان چند هدفدار. اینو بهش میگن عاشق نیست. این هزار تا دیگه از این هدف‌ها داشته باشه، هر کدومش هم مهمتر، کمتر، بالاتر، وجودش متشتته. به چند تا کار باید برسه، به چند تا هدف باید برسه. ولی کسی که یه هدف برتر داره، هدفی که میتونه، هدفی که میشه تمام این اهداف خردشو و اهداف کوتاه مدت و بلند مدتشو همه رو جهت بده، یه همچی هدفی رو پیدا کنی که اولا این هدف به شدت بی نهایت طلبی و تو رو ارضا کنه، به حدی که بعدش چی دیگه نگی، بگی ها بعدش این حالا شد. یه همچی هدفی رو پیدا کنی که اولا این هدف به شدت بی نهایت طلبی و تو رو ارضا کنه، به حدی که بعدش چی دیگه نگی. روانشناسا میگن انسان به یه همچی هدفی نیاز داره، و باز گفتن تنها جوابی که انسان برای این هدف پیدا کرده خداست. روانشناسا هم اینو فهمیدن. تنها جوابی که انسان برای این هدف پیدا کرده خداست. خدا فقط خودشو گذاشته برای پاسخ به این سوال، و هیچ کس نمیتونه خودشو گول بزنه. هیچ کس. تا پرسیدی عمیقا بعدش چی، خدا طلوع میکنه. مثل خورشید که طلوع میکنه صبح و سحرگاه، کم کم از پشت سرزمین ها بیرون میاد. اصلا خدا رو میبینی، خودشو بهت نشون میده، یه کششی بهش پیدا میکنی، کم کم بهش علاقمند میشی. بعد آدم اونجا به یه آرامشی میرسه، با اون آرامش میاد مثل آدم ازدواج میکنه، کارهای دیگه میکنه، دنیا رو اداره میکنه، درس میخونه، ریاضی میخونه، مهندسی میخونه، ولی مشغول اوست. حالا میدونه برای چی داره زندگی میکنه. هدف ما خدا باشه. میدونید یعنی چی؟ ما روز قیامت وقتی میریم به ملاقات خدا، اصلا دیدی خدا رو دیگه، تموم نمیشه. بعدش چی؟ تشنه میشی که دوباره بری. بعد وقتی دوباره میری انگار تا حالا خدا رو ندیده بودی. بعد تشنه میشی دوباره بری. بعد میخوای دفعه بعد بری. دفعه بعد که میریم اصلا میگی من تا حالا خدا رو نمیشناختم. تا کی ادامه داره؟ الال ابد این ادامه داره، و فقط خدا میتونه اینجوری باشه. هر دفعه میره ملاقات خدا، اصلا نمیتونه به کسی چی بگه، چی بودین، یه مشتمالی هم میدن، شونه هاشو میمالن اینا فرشته ها تو این فاصله، خونه هاشو هم تعمیم میکنن، بیا اینجا، اینجا باش. ولی اوست، این هتله، بهش هتل ملاقات کنندگان خداست. فقط خداست که بی نهایته. و بی نهایتی یعنی چی؟ یعنی شما هر دفعه او رو میبینی بخشی از او در تو تجلی میکنه، و خدا تمام نمیشود، و خدا تنها موجودی است که تمام نمیشود، و تو الالعبد
از ملاقات او بهره میبره، از ملاقات او بهره میبره. انسان موجودیه که این یک خواسته فطریشه و انبیاء الهی میان غبار رو از این خواسته فطری انسان کنار بزنن تا این به این یک سوال برسد، بعدش چی؟ این همه بعدش. انسان میخواهد اون هدف برتر را انتخاب کند که آرامش پیدا کند و دیگه نگه بعدش چی. وقتی اون هدف برتر رو انتخاب کرد چه اتفاقی براش بیفته؟ بعد آدم اونجا به یه آرامشی میرسه، با اون آرامش میاد مثل آدم ازدواج میکنه، دنیا رو اداره میکنه، حالا میدونه برای چی داره زندگی میکنه.